سلام دوستان عزیز، دلم برای شما تنگ شده بود. داستان امروز ادامه داستان جلسه قبل هست. جلسه قبل داستان پدری رو شنیدیم که گل به مادر داد. امروز میخواییم در مورد حس به نام خوشبختی صحبت کنیم. خیلی دوست دارم بدانم ادامه داستان چی میشود. پس شروع کنیم. مادر محبت و عشق پدر را که به آن گل داده بود حس کرده بود. مادر به اتاق آمد و به ساحل بیرون از پنجره خیره شد و نامه‌ای به پدر نوشت. این چیزی هست که آن نوشت: من خیلی خوشحالم که تو را دارم، که من را دوست داری و من هم تو را دوست دارم. مادر فقط با فکر کردن در مورد پدر احساس خوشبختی میکرد. بیایید مادر را در حال نوشتن نامه نقاشی کنیم. ممکن است کمی دشوار باشد، زیر سیبودی است، اما وقتی آن را امتحان کنید راحت تر خواهد شد. حتما لازم نیست نقاشی شما و من همسان باشد. پس راحت باشید و درباره نقاشیتان اعتماد به نفس داشته باشید.
خب شروع میکنیم به رنگ‌آمیزی. Thank you.
اگر دوست دارید می توانید پرزمینه را با رنگ‌های دیگه رنگ‌آمیزی کنید. خب، داستان امروز درباره نوشتن نام مادر با دل شاد و خوشحال به پدر بود. این من را خیلی خوشحال می‌کند. با خاطره‌های شاد فکر کنید و آن را با دوستان و خانواده‌تان به اشتراک بگذارید. و سعی کنید خوشبختی و شادیتان را نقاشی کنید. وقتی که به داستان‌های شاد فکر کنید، نقاشی‌های شاد بکشید و قلب شما شادتر خواهد شد. من واقعاً امیدوارم که شما هم واقعاً در قلب خود احساس خوشبختی کنید. به امید دیدار در برنامه بعد، خدا نگهدار.